سلام، من مینا هستم و اومدم بهت کابلی پلو افغانی یاد بدم. اگر تا حالا نخوردی حتما یادش بگیر و توی منوی غذای همیشگیت اضافش کن. خب من دو تا پیاز متوسط دارم که اونا رو خلالی باید که خرد کنم. خب بعد از اون سه تا هویج دارم که پوستشو میگیرم و باید که اینا رو خلالی خرد کنم. میخوام یه خرد کردن ساده و راحت بهتون بگم که قشنگ خلال هویج یکسان در بیاد. هویج رو اینجوری اوری برش بزنید. و بعد اینا رو خلالی کنید هر اندازه‌ای که دوست دارید. خلالا خیلی منظم و قشنگ در میاد. خب من همه اینا رو انجام میدم و برمیگردم. خب یه دونه سینه کامل دارم که به این ابعاد خردش کردم، یعنی از اینجا اینجوری برش دادم تکه های بزرگ و به این شکل. خب پیازای خلالی شده رو گذاشتم تو قابلمه ای که میخوام قابلی پلومو درست کنم. حرارت رو روشن کردم. حالا یکم روغنم بهش اضافه میکنم. با روغن قشنگ کفتش بدیم، مدام هم بزنید، هم خلالاش باز بشه، همین که یک دست سرخ بشه. بریم سراغ ادویه هاش. فلفل سیاه نیاز دارم که من اینو خودم آسیاب کردم. اگر فلفل آب پودری دارین خودتون تو هاون تازش رو آسیاب کنین. و احتیاج داریم به یه دونه چوب دارچین کوچیک و همچنین زیره سیاه. اندازه یک قاشق مرباخوری من زیره سیاه میسابونم. خب اندازه نوک قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه میکنم. خیلی زردچوبه نیاز نداره به خاطر اینکه قابلی پلو برنجش سفیده، اصلا رنگم نداره. یه کوچولو اضافه میکنم، تفتش میدم. و حالا نوبت مرغامه. سینه های مرغم بهش اضافه میکنم. این غذا هم با مرغ درست میشه، هم یه مدل دیگرش با گوشت و یه غذای مجلسی و معروف و اصیل افغانی ها هست. یکم حرارت رو زیاد کنم که مرغا اضافه شد، حرارت تابم یکم اومد پایین. یکمی که مرغا سفید شد و تفت خورد ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. خب حالا بهش زیره سیاه رو اضافه میکنم، یه تیکه چوب دارچین، فلفل سیاه و در آخر هم نمک. نمکش هم اینجا اضافه میکنم، دو قاشق چای خوری. دوباره اینا رو تفت میدم. زیره سیاه و چوب دارچین واقعا عطر خوبی به این غذا میده. خب اینجا من از برنج باسماتی استفاده کردم، خیلی بهتره برای این غذا. با نمک خیسوندمش و همین که 3-4 بار قبلش شستمش که آبش کاملا زلال بشه و اگر که بوی گونی یا حالا هرچی میده رو از بین ببره. البته این برنج من بسته‌بندی ایران نیست،
ولی خب شما این کار رو انجام بدین به خاطر اینکه این برنج آبکش نمیشه و به صورت خام و کته‌ای میره روی باقی مواد. حالا دوباره بریم روی گاز. خب من تو همین حین قابلمه رو گذاشتم اون طرف، حالا یه تابه میارم توش روغن میریزم و این هویجایی که خلالی کرده بودیم به همین خوشگلی ببینید یک دست و زیبا خلالی شده، اینا رو وارد تابه میکنم. باید که جداگونه تفتشون بدم. هویجا رو یه مقدار تفت میدیم، نه خیلی کم تفت بدید نه خیلی زیاد، این حد وسط. الان من 2 دقیقه دیگه اینو دیگه از رو حرارت بر میدارم. خب من جای هویج و قابلمه‌مو عوض کردم، حالا نوبت برنجمه. برنجمو که آبشو گرفتم اضافه مرغم میکنم، مرغ و پیاز و ادویه‌ای که تفت دادیم. خب حالا بهش آب جوش رو اضافه میکنیم. آب جوش باید یه مقدار بالای سطح قرار بگیره. خب من این کنار کشمشامم که شسته بودم تفت دادم کنار هویجام، حدود 2-3 مش مقدار کشمشم بود. اینم به خوبی تفت میدم تو روغن و اون طرفم که گذاشتم برنجم آبشو بخوره. این قسمت وقتی که آبشو خورد بهتون نشون میدم که چی کار میکنم. خب برنجم با حرارت زیاد آبشو داره میخوره، میبینید همینجوری حباب ما بینشه و خودش همینجوری آبش تفکیر میشه. اصلا دستش نزنید، همش هم نزنید. نمکش هم دیگه خودتون به اندازه بزنید. من هم اول به مرغ زدم چشیدم یکم کم بود، دوباره به برنجم یه مقدار کم نمک زدم. حالا که داره آبشو میخوره اینجا من این کنار هویجشو اضافه میکنم و اون کنارشم کشمش سرخ شدهشو اضافه میکنم. دیگه روغنم ندادم، با همون روغن اول و همین روغن هویج و کشمشی که سرخ کردم. بعدی که آبشو دیگه کم کم دیگه داره تموم میکنه، حالا میخوام این با بخار خودش پخته بشه، پس بنابراین من باید اینو پلم کنم. با یه کاغذ نسول و یه فویل روشو میگیرم و درشم میذارم که دیگه این برنج با بخار خودش بپزه، چون برنج بسمتی هست. حرارت رو کم میکنم و دیگه شعله پخش کن میذارم. اینم از کابلی پلومون یا همون قابلی پلو. در این سادگی خیلی بوی خوبی داره، عطر و طعم خوبی داره. من تست کردم. اینم از این. اول این رواشو بردارم. ما با سالاد فصل میخوریم، شما با هر چی که دوست دارید میتونید میل کنید. به به، جاتون به شدت خالی. اینجا رو نگاه کن، فقط نقاشی شده، خیلی خوشگل. و مرغم به همین راحتی باز میشه و پخته. دوستان واقعا واقعا عرض میکنم خیلی خوشمزه است، حتما درستش بکنید. واقعا طعم خیلی خوب، نمیدونم چجوری بگم، ولی با اینکه ادویه های کمی داره ولی واقعا عالی و خوشمزه است.
تمام این مزه هویج و کشمش با مرغ و برنجی که با آب مرغ پخته واقعا لذیذش کرده. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما کانال رو دنبال کنید اگر که تا الان سابسکرایب ندارید. لایک و کامنت هم برام بذارید حتما. مرسی، تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.